من فعل علاله ام بکر. پس یادمون باشه نکته اصلی میگه حواست باشد که یک اسم نمیتونه دو تا از علائم اصلی رو همزمان داشته باشه. الان الکتابون، آقا جان الکتابون غلطه. شما من بگو الکتابون چرا غلطه؟ الکتابون چرا غلطه؟ بگو ببینم سریع. همه جواب، همه جواب. آفرین، این هم ال داره هم تنوین، هم ال داره هم تنوین، غلطه. یه اسم نمیتونه هم ال داشته باشه هم تنوین، این غلطه. بگو ببینم الکتاب و تلمیزن چرا غلطه؟ ماشاءالله ماشاءالله همه خفنا. الکتاب و تلمیزن چرا غلطه؟ هابارکالله، چون این فداچم ال داره خب و مضاف هم شده. خب این غلطه دیگه، نمیشه این هم ال داشته باشه هم مضاف شده باشه. به هم بگو کتابون تلمیزن چرا غلطه؟ کتابون آفرین، چون کتابون تلمیزن هم تنوین داره فداچم هم مضاف شده. بچه حالا فهمیدین؟ شما این نکته رو یه جور دیگه شنیده بودین، مضاف ال و تنوین نمیگیرد. اینو حتما خیلیاتون شنیده بودید، مضاف ال و تنوین نمیگیرد، اما نمیدونستید چرا؟ چون که جز علائم اصلی اسم. یک اسم بچه‌ها یا باید ال بگیره بشه الکتابو، یا باید تنوین بگیره کتابون کتابن کتابن، یا باید مضاف شه کتابو تلمیزن یا کتاب التلمیز. هر کی فهمید مثبت، هر کی نفهمید منفی. بودو ببینم چه جوریه. هر کی فهمید من چی گفتم مثبت، هر کی نفهمید منفی. مثبت رو حال میکنی؟ سوهی؟ آباریکل آباریکل، مشتی به قرآن. یه دو سه تا منفی هم داشتیم، حالا اغراق نکنیم، یه دم مساوی میزنن، یعنی سوسو هم. یه بار دیگه میگم و میریم سراغ ادامه داستان. برای اون چند تا بچه‌ای که منفی زده بودن، گفتیم بچه‌ها یک اسم، یک اسم علائمش یا اصلی یا فرعی، اصلی داشتن ال، داشتن تنوین و مضاف واقع شدن، علائم فرعی داشتن تی گرد، اومدن حرف جر قبل از اونهاست و آمدن یا قبل از اونهاست. خب چرا اینا رو به دو دسته تقسیم بندی کردیم؟ که بگیم آقا یادت باشه علائم اصلی نمیتونه دوتاش با هم بیاد. الکتابون چرا غلطه؟ چون هم ال داره هم تنوین. الکتاب و تلمیزن چرا غلطه؟ چون هم ال داره هم مضاف شده. و کتابون تلمیزن چرا غلطه؟ چون هم مضاف شده هم تنوین. بعضی از بچه‌ها ما مضاف رو نفهمیدیم. بابا به خدا فارسیه. کتاب دانش آموز، ببین هر وقت دو تا اسم کنار هم دیگه قرار میگیرن ترکیب دیگه، ترکیب یا وصفیه یا اضافی، اینو بذار کنار. اگر که ترکیب دلالت بر مالکیت داشت، یعنی اسم اولیه مال دومیه بود، وقتی میگیم کتاب دانش آموز یعنی کتاب مال دانش آموز دیگه، ببین میگن ترکیب اضافی. در ترکیب اضافی به اسم اول میگم مضاف، به اسم دوم میگم مضاف الیه. حالا اگه بود کتاب مفید، دیگه کتابی که مال مفید نبود، این ترکیب ترکیب وصفیه. در ترکیب وصفی به اسم اول میگم موصوف، به اسم دوم میگم صفت. فکر کنم همه فهمیدن، اینم از این بابت. اما بریم سراغ، تازه داریم میریم جلو. به خدا، به خدا اصلا آدم نمیدونه چی بگه واقعا. گوش کن، اگر کلمه اسم یا حرف نباشد فعل است. غالب فعل ها در عربی دارای سه حرف اصلی هست. بچه یک فعل اگر نگاه کنین، آره علیرضا جان، دارای سه حرف اصلی، حرف اول اصلی، حرف دوم اصلی، حرف سوم اصلی. به حرف اول اصلی میگن فاعل فعل، به حرف دوم میگن عین الفعل و به حرف سوم میگن لام الفعل. آقا چرا به حرف اول اصلی فعل نمیگن باعل فعل؟ خب بگم باعل فعل ها بابا. فاعل فعل یعنی فی فعل، عین الفعل یعنی عین فعل و لام الفعل یعنی لام فعل. چرا باید بگی باعل فعل؟ پس حواستون باشه، حله؟ حواستون این داستان باشه.
به حرف اول اصلی فعل میگن فاعل فعل، به حرف دوم میگن ال فعل، به حرف سوم میگن لام الفعل. و تو باید تمام سه حرف اصلی فعل ها رو بلد باشی. خیلی هاشو بلدی مطمئنم. بیایم با هم تمرین کنیم. تزحکینه سه حرف اصلیش چیه؟ همه بگن تزحکینه سه حرف اصلیش چیه؟ بگید لطفا، بگید. آها